رئیس جمهور رحمان با سفری رسمی خود در ولایت سغد یک بار دیگر از نزدیکان و والدین جوانان طلب نمود که جوانان را از خارج به وطن برگردانند. امروز ها 715 نفری که در خارج تحصیلات دینی غیر قانونی می گرفتند، 687 نفر به وطن برگردانیده شدند. 81 نفر ساکنان ولایت هنوز در خارج تحصیلات غیر قانونی دینی می گیرند. می نویسد خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور. اینچنین رحمان از خدمات های حفظ حقوق، رئیسان شهر و ناحیه های ولایت، از جماعت های دهات، از والدین و فعالان طلب نمود. نسبت شهروندانی که در خارج تحصیلات غیر قانونی دینی می گیرند، چاره های جدی بیندشند. اینچنین رحمان علاوه نمود. در طول یک سال و پنج ماه در قلمرو ولایت 8,700 جنایت آشکار کرده شده است، از آن جمله 500 جنایت با تروریسم و اکستریمیسم وابسته بوده از سال گذشته دیده زیادتر می باشد. در نتیجه گذرانیدن عملیات های فوری جستجویی در قلمرو ولایت 275 اعضاهای جماعت های تروریستی و اکستریمیستی به جوابگری جنایی کشیده شدند. برای علاقه داشتن به تروریسم و اکستریمیسم 715 نفر در جستجو قرار دارند. مثلا با جوان ها اومن دخل دارد، جوان دختران باید بیشتر. من در خیابان ها و کوچه های شهر دوشنبه میبینم لباس های بیگانه بر میکنند و جلوان کرده میروند، افتخار بود. چی هست؟ چی هست؟ یادرس میکنیم که امام علی رحمان در تاجیکستان مرحله به مرحله چاره های از قدریت های دینی بازگشتن مردم را عملی نموده استاده است و منع تحصیلات گیری دینی در خارجه این یکی از چنین چاره های طرح‌ریزی او می باشد. ولی به عقیده کارشناسان چنین است که به دین برگشتن در تاجیکستان روز از روز افزایش یافته و قسم زیادی اهالی از ایده های سکولاریسم از جانب مستملکه داران روز تلقین شده را انکار نموده به قدریت های اسلامی یک زمان ها گم کرده بودند نایل می گردند.